سخنرانی های سالانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پیش از آغاز محرم، همچنین در شام غریبان و روز شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حاوی نکات مهم و همچنین حکایات درس آموزی از سیره معصومین علیهم السلام بود. آیت الله العظمی شیرازی ضمن بیان داستان ورود حور به سرزمین کربلا و نحوه برخورد امام حسین علیه السلام با لشکریان وی و ایثار و فداکاری که با سیراب نمودن افراد تحت فرمان او و حتی اسب‌های آنان انجام دادند که باعث تمام شدن ذخیره آب لشکریان حضرت و تشنگی آنان در روزهای پایانی گردید فرمودند، که اگر این گونه رفتارهای انسانی و بی‌نظیر که در تاریخ بشر همانند آن یافت نمی‌شود به تصویر کشیده شود، دنیا را تکان خواهد داد. معظم الله همچنین در روز شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله با ذکر روایتی از امام باقر علیه السلام فرمودند، یکی از منافقان بی اجازه پیامبر به گروهی از یهودیانی که در جنگ با مسلمانان نبودند حمله می کند و برخی از آنان را کشته و اموال آنان را غارت می کند. پیامبر ضمن اعلام تبری از اقدامات او از امیرالمومنین می خواهند برای جبران خسارتها و جلب رضایت آنان اقدام نمایند. امیرالمومنین هم ضمن اطاعت امر رسول خدا با مقدار زیادی طلا رهسپار به سمت آن قبیله می شود. ایشان در ادامه فرمودند، در روایت آمده که امیرالمومنین علی علیه السلام دیه ای افراد کشته شده را پرداخت کردند و برای جنین های تلف شده نیز پولی پرداخت کردند و مال هایی که تلف شده بود را نیز جبران خسارت کردند. حتی در قبال برخی اموال بی ارزش نیز جلب رضایت نمودند. برای فریاد زنان و بچه هایی که در اثر حمله ترسیده بودند هم پولی پرداخت کردند. گفتنی است که توصیه مهم آیت الله العظمی شیرازی به زمامداران و مردم در رابطه با رفتارهای انسانی و بی‌نظیر معصومین علیهم السلام، عمل به سیره آن بزرگواران و الگو قرار دادن رفتارهای ایشان تا حدی که در توان انسانهای عادی است و به هنرمندان و اهل خبره به تصویر کشیدن صحنه‌ها با زبان فیلم و هنر است، که امید است در هر دو جهت توفیق لازم برای همگان حاصل شود. امید فراغر، روزنامه‌نگار از تهران با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. درود و ادب و احترام خدمت بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام. ورود به ماه ربیع الاول رو خدمت همه مسلمانان و شیعیان تبریک میگم. در خدمتتون هستم. به نظر شما رفتار انسانی معصومین چقدر قابل تبدیل شدن به زبان فیلم و تصویر است؟ جناب محمدی، من ابتدا فرمانده پیامبر عظیم الشأنمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان پیش زمینه پاسخ به سوالتون بیان میکنم. ایشون فرمودن انا بشر و مثل کن، من بشری مثل شما هستم. خود این فرموده گواه اقدام و عملهای انسانی این عزیزان در عرصه زیستشونه. وقتی پیامبر بشری مثل ماست، قاعدتا امامان معصوم هم بشری مثل ما هستند. بر همین اساس تمام زیست چند وجهیشون قابلیت تبدیل شدن به زبان فیلم و همچنین تصویر و داستان هست. قاعدتا امامان معصوم مثل اقشار جامعه زندگی روزمره داشتن. صبح که از خواب بلند می شدن مثل دیگر مردمان جامعه اون روز زندگی می کردن. ای کاش کارگردانان، فیلمسازان و نویسندگان زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امامان معصوم رو می ساختن. برای مثال همه امامان معصوم کار می کردن و رزق و روزی حلال به دست می آوردن. مکتب و شیوه زندگی امامان معصوم شیوه اسلام نابه که به صورت عملی در زندگی درخشانشون دیده میشه. رسول اکرم فرمود هر چیزی زیربنا و اساسی داره. زیربنا و اساس دین اسلام شناخته. نقش یک فرد دارای شناخت در برابر وسوسه‌های شیطان از نقش هزار عابد بیشتره. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که بدون شناخت عمل و حرکت کنه بیشتر از اون که اصلاح کنه فساد ایجاد میکنه.
متاسفانه بیشتر سیره نویسان و وقایع نگرا تنها به نقل حوادث تاریخی اکتفا کردند و کمتر به تجزیه و تحلیل پرداختند. بر همین اساس از کنار مسائل بسیار مهم زندگی امامان معصوم به سادگی و با اغماز گذشتند، مثل تاریخ نویسان درباری. متاسفانه شیوه زندگی امامان رو کتمان و سانسور کردند و ظاهری از اون رو بازگو نمودند و در واقع این جنایتی غیر قابل بخششه. جناب آقای فراغت، آیا تبدیل وقایع تاریخی و رفتارهای معصومین به فیلم و سریال نسبت به سایر الگوهای تبلیغی تاثیر بیشتری نسبت به شناخت مردم از بزرگان دینی دارد؟ قطعا اینطور خواهد بود. من سعی میکنم این سوال شما رو با ذکر یک مثال پاسخ بدم. کدام یک از شخصیت‌های تاریخی هستند، فردی مثل هور رو که باعث و بانی بسیاری از اتفاقات تلخ برای خانواده شده رو تونستن ببخشن؟ امام حسین علیه السلام هور رو بخشید. بخشیدنی که یک سر اون اتفاقات بسیار تلخی که بعد از 1400 سال همه شیعیان از اون اتفاقات متاثر و متاسفند. کدام شخصیت در طول تاریخ وجود داره که بگه اگر دین ندارید حداقل آزادگی داشته باشید؟ اگر همین آزاده بودن و آزادگی رو در موقعیت‌های مختلف زندگی بشر و همچنین زمامداران تبدیل به فیلم و سریال کنن، چقدر میتونه در جامعه بشری تاثیرگذار باشه؟ برای مثال امام حسین شب عاشورا به یارانش برگشت گفت که اونایی که حق الناس گردنشونه برن، با من نمونن، چرا که چنین شهادتی شهادت نیست. اینها موضوعاتیه که بسیار میتونه اگر تبدیل به فیلم و سریال بشه تو جامعه بشری تاثیرگذار بشه. خب کدام زمامداری رو سراغ دارید که آزاده بودن ملتش و همچنین موافقان و مخالفانش براش در اولویت باشه و این آزادی و آزادگی رو مایه توسعه مملکتش بدونه؟ مثال دیگه بزنم. یزید به هر شکل ممکن حکومت رو در دست گرفت، بعد از امام حسین علیه السلام خواست بیعت کنه، اما امام حسین به دلایلی که همه میدونن نپذیرفت. آیا به زور بیعت گرفتن یک عمل انسانیه؟ امام حسین علیه السلام از قدرت اراده، اختیار و انتخابش استفاده کرد و بیعت رو نپذیرفت. کدام زمامداری رو سراغ دارید که اراده اختیار و انتخاب بشریش احترام بگذاره؟ امام حسین درس‌های مهمی داده، سراسر درس و آموزه است. سیره عملی و سیره نظری امامان معصوم، مخصوصا امام حسین علیه السلام، امامان معصوم مسئولیت‌های انسانیشون رو بر عهده و گرده خداوند نمیگذاشتن. اونها در بیشتر اوقات زندگی زمینی زندگی میکردن. امامان معصوم رضایت جامعه براشون مهم بود و اگر نظر جامعه با نظر خودشون در رابطه با موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی متفاوت بود، به نظر جامعه اهمیت میدادن. اتفاقات بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله و عملکرد حضرت علی علیه السلام خود گواه بسیاری از اقدام و عملهای زمینی ایشونه. بله، برای بینندگان ما بفرمایید که به نظر شما آیا کارهای انجام شده در این زمینه تا به حال کافی بوده؟ به هیچ عنوان کافی نبود. اگر کافی بود، شرایط امروز جامعه خودمون و جامعه بشری به این شکل نبود. این جنگ هایی که اطرافمون داریم میبینیم، اتفاقات ناسوابی رو که داریم میبینیم، یعنی اینکه ما نتونستیم بزرگان تاثیرگذاری رو زندگیشون رو تبدیل به فیلم و سریال کنیم تا بشر امروز بدونه که میشود از جان خودمون گذشت، میتوان بخشش داشت، میتوان مهربانی داشت. ما متاسفانه زندگی امامان رو فقط یه وقایع کلی از تاریخشون رو داریم نشون میدیم. بر همین اساس خیلی ها ادعای امام حسینی بودن میکنن، خودشون رو پیرو اهل بیت سلام الله علیها میدونن، اما عملکردشون بسیار دورتر از این واقعیت هایی است که داریم میبینیم. ممنونم از شما امید فراغت، از تهران ما همراه بودن.